و خرس وارد یه نبرد واقعی بشن، کدوم پیروز میدون میشه؟ گرگ با اون سرعت و زیرکیش میتونه خرس عظیم و جسته رو به چالش بکشونه؟ شاید باورت نشه پایان این مبارزه میتونه چیزی باشه که انتظارشو نداشته باشی. پس اگر علاقه من به دنیای حیوانات هستی، میتونی تا آخر ویدیو با من همراه باشی. گورکا شکارچیان افسانه‌ای به شدت گروهی و اجتماعی هستند و استراتژی‌های فوق‌العاده‌ای هم برای شکارشون استفاده می‌کنند تا بتونن بزرگترین و قوی‌ترین شکارها رو از پا در بیارن. اونا میتونن با سرعت و چابکی بالاشون تومه رو تا مسافت‌های طولانی تعقیب کنن و با ضربات دقیق و پشت سر هم ضعیفش کنن و بهش آسیب بزنن. اما در مقابل خرس قدرت مطلقه، حیوانی که به خاطر جسه غول‌پیکرش به تنهایی میتونه هر حیوانی رو به وحشت بندازه و وزنش به بیش از 600 کیلوگرم میرسه و پنجه‌های قدرتمندش قادر هر چیزی رو به راحتی از پا در بیاره. خرس ها برخلاف گرگ ها به تنهایی به شکار میرن و در مبارزه رو در رو یه قدرت مرگبار دارن و کافیه یه مش بزنه که قوی ترین حیوانات رو به زانو در بیاره. حالا قرار گرگ و خرس وارد یه نبرد واقعی خطرناک بشن. چه اتفاقی میفته؟ گرگ ها به خاطر سرعت و هوش بالاشون سعی میکنن از حملات پی در پی خرس دوری کنن، اما باید سرعتشون به قدری باشه که از ضربات سنگین خرس فرار کنن، چون یه اشتباه کوچیک میتونه آخرین اشتباهشون باشه. خرس با اون جثه بزرگش اگر چابکی گرگو نداره، ولی هر قدمی که برمیداره زمین زیر پاش میلرزه. اون نیاز به استراتژی نداره و فقط کافی گرگ بهش نزدیک بشه تا با یه حرکت سریع با اون پنجه های قدرتمندش کارو تموم کنه. گرگ ها همچنان دور خرس میچرخن و دندون های تیزشون رو آماده کردن و دنبال فرصتی برای حمله میگردن و سعی دارن خرس رو خسته کنن. اما خرس در یک فرصت با یک حرکت قوی پنجه میتونه فضا رو کلن به هم بریزه و این نبرد سرعت در مقابل قدرته. گرگ و خرس هر کدوم ویژگی خاصی دارن که میتونه نبرد رو غیر قابل پیشبینی کنه، ولی در اینجا در نهایت با تمام زیرکی گرگ قدرت خرس پیروز میشه. و حالا شما کدوم رو پیروز میدون میدونید؟ مرسی که نظراتتون رو برام میفرستید و خوشحال میشم که حتما برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوها رو از دست ندید.